ایران و ایرانی، برنامه از رادیو آزادگان. با سلامی گرم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو آزادگان و رادیو صدای ایران در آمریکا، برنامه‌ای که به اتفاق همکار بسیار گرامم جناب امید امیدوار مدت هاست که با هم شروع کردیم. به هر صورت امشب ایشان میهمان برنامه ما هستند. در رابطه با اخلاق قرار است که با هم گفتگویی داشته باشیم، زیرا که در برنامه های ایشون در رابطه با جنبش زنان ایران، زنان پیشاهنگ ایران صحبت میکنیم، میهمان هایی داریم که اصل و هدف ما زنده کردن اخلاق و فرهنگ ایرانی است. اخلاقی که ازش صحبت میکنیم در کجاست؟ آیا هنوز ما اخلاقی برامون بعد از انقلاب باقی مانده؟ آیا آمدن جمهوری اسلامی چقدر تأثیر داشت بر این فرهنگ و اخلاق ما ایرانیان؟ مایی که ادعا میکنیم فرزندان کوروش کبیر هستیم و آریایی. و اما اجازه بدید که من به میهمان عزیزمون خوش آمد بگم و دعوت کنم که برنامه ها رو شروع کنیم. بهترین درودها خدمت شما جناب امید امیدوار گرامی. امیدوارم که روز خوبی رو در آمریکا، در واشنگتن شروع کرده باشید. یک دنیا سپاس از شما. خیلی هم سپاس دارم از شنوندگان شما که حتما با شنوندگان رادیو فرق دارن. با رادیوی ما چند وقتی این رادیو رو افتاده، قبلا به صورت تلویزیون بود و روی ساتلایت ها در آمریکا و کانادا پخش می‌شد، ولی با خرج زیاد اینترنتیش کردیم، ولی رسانه کی نبود که بتونه همه جا بتونن بگیرن، برای همین که میدونید تکنولوژی خیلی ادوانس شده، ولی به صورت این رادیو رفتیم که خیلی خوشحالم که با شما هم همکاری داریم. در راهتون پیروز باشین که راه درستی هستش. آزادی آینده ایران به دست زنان ایران خواهد بود. من فکر میکنم از مردانمون که چیزی ندیدیم، ما ببینیم در آینده چطور میشه. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. من هم خوشحالم که همکار نازنینی مثل شما دارم، چرا که به محض اینکه ما اعلام موجودیت کردیم در رابطه با جنبش زنان پیشاهنگ ایران، عزیزانی که به ما پیوستند و دعوت کردند و ما خواهان شدیم که بتونیم برنامه خودمون رو در جای جای این جهان، در اون تا اونجایی که مقدور هستیم و دعوت میشیم و اجازه میدن که برنامهشون باشیم، شما یکی از اون نازنینانی بودی که این برنامه رو در اختیار ما گذاشتید و ما داریم در آن سوی آبها، به قول ما ایرانی ها که در اروپا هستیم و شما در آمریکا، این برنامه رو دادید که ما بتونیم حرف هایی که برای گفتن داریم رو با عزیزانی که این برنامه رو میشنوند تقسیم کنیم. جناب امید امیدوار، اجازه بدید اولین سوالم در رابطه با جمهوری اسلامی و اخلاق باشه. در اوایل صحبتم عرض کردم که با آمدن جمهوری اسلامی اخلاق و فرهنگ ما به طور کل دگرگون شد. نظر شما در این رابطه چیست؟ قبل از اینکه شروع کنم، اول تقاضا میکنم از شنوندگان شما که از دست من ناراحت نشن. من در برنامه های خودم خیلی راحت برای اینکه حقیقت رو سعی میکنم تا جایی که وجود داره بگم، برای اینکه فکر میکنم آزادی ما در حقیقت گفتن خواهد بود، نه در قایم کردن و تعارف کردن، چون این تعارف کردن هاست که ما رو به این نقطه رسونده. برای همین اینطوری شروع میکنم که من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی اخلاق مردم ما رو عوض کرده. من معتقدم که اسلام اخلاق مردم ما رو عوض کرده، که جمهوری اسلامی آخرین پدیدهش به قدرت رسیدن این ویروس مریضی که در کشور ما 1400 سال وجود داره، بعضی موقع عود میکرده و تب میکرده، بعضی موقع ها به خاطر سران پادشاهایی که می اومدن ضعیف می شده، ولی این در زیر همیشه این مریضی در مملکت ما وجود داشته. اسلام در مدت 1400 سال یواش یواش
آداب و رسوم ما رو عوض کرده. البته اینو فراموش نکنیم که ما ایرانی ها عادت داریم، نه فقط ما، همه کشورها عادت دارن از گذشته خودشون تعریف کنن، از اخلاقشون تعریف کنن و خود بزرگ بین باشن. البته ما ایرانی ها بیشتر از اون هستیم. همینطور که میبینین، مثل بگم چون راجع به اخلاق ها داریم صحبت میکنیم که مردم ما چطور هستن، تنها کشوری هستیم که خودشون رو دکتر و مهندس بیشتر از اون که هست معرفی میکنه. از ایران رئیس جمهورمون گرفته، یه دفعه دکتر در میاد، اون یکی مهندس در میاد، بیشتر الان دکتر شدن. این خود بزرگ بینی و تلاش نکردن برای اینکه به اون مرحله برسن ولی بعد خودشون رو به اون مرحله اعلام میکنن، یکی از بزرگترین خطاها و بزرگترین نقطه منفی مملکت ماست. و چون اینطوری ما اگر اندیویجوالی تنهایی نگاه کنیم ببینیم ما اینطوری هستیم، در مجموع هم همینطور هستیم. مثلا ما راجع به گذشتمون خب میگیم گذشته خیلی بزرگی داشتیم، درسته داشتیم، اما 1400 ساله که داریم جدا میشیم از اون یواش یواش. در مدت این تاریخی که ما داشتیم خیلی کسا سعی کردن، مخصوصا در کشور ما چون نویسنده ها و شاعران یه درجه بالایی از جامعه رو داشتن، اینها تونسته بودن بعضی هاشون مثل فردوسی، مثل حافظ، کسای مختلف که اومده بودن، مخصوصا فردوسی اومدن و خیلی از نویسنده و شاعران زبان فارسی رو خواستن پارسی نگرش دارن. اما ما ایرانی ها، شما وقتی که راجع به ایرانی صحبت میکنیم، من فکر میکنم من و شما، من نمیدونم شما در کدوم نقطه ایران زندگی میکردیم، ولی اکثر کسانی که خارج از کشور هستن، من وقتی اکثر میگم به تک و توک و 500-600 تا کاری ندارم، اینها معمولا شهرنشینان ما بودن، کسایی بودن که در تهران، در مشهد، در نمیدونم شیراز، در اصفهان، در اینا در شهرها زندگی میکردن و زندگی اداری داشتن. و وقت بعد از اینکه این آشوب پیش اومد، خیلی از اینها نتونستن با این سیستم کار کنن و اومدن بیرون. ما داریم یک جور دیگه به ایران نگاه میکنیم. به نظر من ایران ما همین نیستش که الان داریم میبینیم و ما اون دسته از آدمهایی که ما خودمونو ازشون جدا میدیدیم، بلکه هیچ وقت نمیدیده میشون. اینا رعیت ها بودن، اینا دهاتی ها بودن، اینا لاتای پایین شهرها بودن، اینا چاوکشا بودن، اینا دوزا، اینا روی کار اومدن شدن رئیس مملکت. چون شدن رئیس مملکت، چون قوانین اسلامی اومده رو کار، تمام این مسائلی که ما در این چند وقته داشتیم، شما براتون من مجبورم مثال بزنم، شما نگاه کنید ما در زمانی که شاه حکومت میکرد و مملکت ما سلطنتی بود، معروفترین فیلم های ما فیلم های چاوکشی بود و گردن کلوفتا و لاتا. آخه وقتی که بشینید نگاه کنید ببینید یه مملکت، وقتی که در سینماهاش نگاه میکنیم، بهروز وثوقی و ناصر ملک موتی و فردین و اینا همشون لات و چاوکش بودن و چاوکش ها رو پرمود میکردن و اینها معروف میشوند در مملکت، اون موقع ما نگاه میکنیم اینیم یک اکثریت خاموشی وجود داشتن که اینها با اونی که شما و من میدیدیم شاید روزانه فرق داشته. حالا ما اومدیم در خارج از کشور نشستیم داریم راجع به آداب و رسوم ایرانی که جمهوری اسلامی خرابش کرده، نه، این مریضی که در مملکت ما وجود داشته عود کرده، حالا زیاد شده، حالا مریض شده، حالا تب کرده و ما در این تبش نشستیم داریم نگاه میکنیم میگیم این پریروز تب کردیم داره میمیره. ما نمیدونیم که این مریض ویروس درش وجود داشته و الان اتفاقا به نظر من یکی از مثبت‌ترین نوعی که میشه نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی و اومدن این حکومت اسلامی در ایران، اسلام واقعی رو، یعنی اون اسلام تخیلی که من بهش میگم اسلام پشمکی، یعنی پشمکی یعنی مثل پشمک تو خالیه، این اسلام خالی که در ایران، تو خالی که در ایران وجود داشت که همه فکر میکردن رفتن فقط به صحن امام رضا است و دو تا طلا بخرن و دو سوهان هم بخرن و یه مسجد سر خوندش هم یه دونه بدن و مادر بزرگونم یه نماز بخونه و همین بود، فهمیدیم اسلام واقعی یعنی اسلامی که دست میزنه، پا میزنه، کله میزنه، دار میزنه، میکشه، دروغ میگه، پول میدزده و بالاترین خطاهای رفتارهای انسانی رو انجام میده. حالا فهمیدن. پس من فکر میکنم بعد از 1400 سال که این اخلاقها در ما نهاد شده بوده، جا گرفته بوده، داره کم کم خودش نشون میده و ما میبینیم که این صحبت کردن در مورد رفتارهای اخلاقهای انسانی، اخلاقهای ایرانی داره با همدیگه میاد بیرون. من فکر کنم باید به این اینطوری نگاه کنیم که این اخلاق جدید نینا بوده در ما،
شما رفتار اپوزیسیون رو با هم نگاه کنید، دقیقا این اخلاق جمهوری اسلامیه. شما رفتار هموطنان مبارز ما رو با همدیگه نگاه کنید، درست رفتار جمهوری اسلامیه. شما رفتار احمدی نژاد و خامنه ای و روحانی نگاه کنید، درست سران اپوزیسیون ما همینطوری رفتار میکنن. شما فکر نکنه اینا از یک درخت دیگه افتادن پایین، ها از همونا بودن. احمدی نژاد بعد که میاد میگه ما در کشورمون گی نداریم، هم جنس باز نداریم، واضح دروغ میگه. یا روحانی در آخرین مصاحبهش در سازمان ملل اومده میگه من نمیدونم اینا راجع به چی دارن صحبت میکنن، ما کشورمون آزادی مردم معتقدن. یعنی واضح و دروغ و قشنگ میگن، هیچ ابایی هم ازش ندارن. در اپوزیسیون ما واقعا همینطوری وجود داره. من بعد از 15 سال که دارم کم و زیاد با خیلی هاشون در تماس بودم، باورتون نمیشه یواش یواش به نقطه میرسه که میبینین این اشخاص خودشون نمیدونن چی کار میکنن. و اون اخلاقی که شما داریم میگین تو همه هست، تو همه ما وجود داره، حالا ولی داریم باهاش مبارزه میکنیم. حالا اگر خواستیم من بیشتر باز توضیح میدم. با شما سپاسگزارم از توضیحتون. شما در رابطه با اسلام فرمودید که اسلام آمد و این در اصل بیماری که عود کرده، بیماری که در ایران بود. اجازه بدید برگردیم به زمان گذشته. اگرچه هر سیاستی، هر رژیمی، حتی در سوئدی که ما داریم زندگی میکنیم و یکی از کشورهای بعد از نروژ دومین کشور به اصطلاح مردمش در رفاه هستند، تحصیلات بالایی داره و میزان کتابخوانیش بسیار زیاد هست، اینجا هم اون نقطه ضعف ها و ضعف های سیاسی خودش رو داره. هیچ کشوری نیست که این امر رو نداشته باشه. اما اگر برگردیم به همون زمان محمد رضا شاه فقید، در رابطه با اسلام، اسلامی شده بود، من کاملا با شما موافق هستم، ولی اسلامی شده بود که بعد از این پدر و پسر، یعنی پدر رضا شاه کبیر و پسرش محمد رضا شاه پهلوی، در این تمام طول تاریخ که آمده بودن بعد از اینها اون همه جنایت و کشتار که شده بود، حالا رضا شاه کارهای مفید خودشو کرد، محمد رضا شاه در رابطه با اسلام، اسلامی در ایران پیاده شد که مردم آزادی های خودشون رو داشتن، در کنار خانه‌ای که مسلمان زندگی میکرد، نمازش هم قطع نمیشد، هر هفته به مسجدش هم میرفت، قرآن خونیش هم میکرد، در کنارش بهایی یک کلیمی یا هر مسئله دیگری هم وجود داشت. یعنی همه در کنار هم اون زندگی رو که بهش حالا اسم اخلاق، که در این اخلاق چقدر کلمه نهفته، انسانیت، انسان دوستی، هموطن دوستی، همه اینها در کنارش بود، گذشت. و اینها رو میتونستیم که الان میگید اسلام در این مسائل اصلا موافق این مسائل نیست، خشونت درش هست. در اون زمان اسلام رو بر مبنای اون مدرنیزهی که محمد رضا شاه داشت براش تلاش میکرد داشتیم. یه زنی رو میدیدید که با مینی ژوب میاد بیرون، خانم دیگری با چادر میومد بیرون. اینها بود. پس اسلام رو ما آمدیم به طریق فرهنگی اون زمان به در طبع شهرها خود. رو میگین شما؟ بله، در شهرها. در شهرها رو میگین؟ بله، نه در شهرستان دهاتا. در دهاتا هم سپاه دانش و سپاه بهداشت که میرفت با الانی که شما دارین در نظر میگیرید دنیایی فرق داشت، که بچه ها در طویله درس میخونن. منظورم میخوام، من قصدم به طرفداری از این رژیم و آن رژیم نیست، میخوام مسئله اسلام رو با شما در میون بذارم، یعنی اخلاق و مذهب که در این میان آمده، که اگرچه مذهب، سیاست و فرهنگ، این سه نقطه‌ای که مثلثی رو ساختن که مسلماً بیشترش فرهنگ ما رو نشونه گرفته. پس اون زمان یه مقدار آزادی داشتیم. اسلامی که امروز در ایران حاکمه با اسلامی که 40 سال پیش در ایران حاکمه فرق داره. آیا قبول داری؟ من قبول دارم که اسلامی که الان وجود داره قدرت گرفته و ما داریم واضح اونو میبینیم. در زمان رضا شاه زمین تا آسمون فرق می‌کنه. رضا شاه اومد مستقیما ایرانو از دست اسلام رها خواست بکنه و خیلی جالب و میتونم بگم در تاریخ ایران سابقه نداشته که یک نفر اینقدر قشنگ و اینقدر روشن مبارزه بکنه. ولی در زمان محمد رضا شاه با وجود این که ما در شهرهای بزرگ، از باز اسم نمیبرم، شهرهای بزرگ، شهرنشین ها این مسئله رو میدیدن و داشتن مدرن میشدن،
اما شما در شهرهای کوچیک هنوز این مسئله رو میدیدین که اگر یه خانومی با مینی ژوپ توی شهرستانی راه میرفت مورد تمسخر و ناراحتی و اذیت کردن قرار میگیره، حتی از طرف پدرش و برادرش. شما اگر به شهرهای کوچیک آذربایجان، کردستان، نمیدونم خراسان اگه میرفتین، دختری با مینی ژوپ و شلوار تنگ نمیتونست بیاد تو خیابون. درسته که سینه زنی ها فراوون بود، من یادم نمیره، من بچه بودم از شمال داشتیم میرفتیم به طرف شمال، بریم توی یکی این شهرها ماشون بزنیم که ناس دستای سینه زنی بود. اگه شما نگاه کنین آخوندا نقش بسیار مهمی در این مسئله مصدق و اینا داشتن، در زمان شاه هم داشتن. شما خمینی رو نگاه کنین، خمینی زندانی بود، اومدن گفتن این آیت اللهش کردن توی زندان، گفتن آیت الله رو بکنین اذیتش بکنین، خلاص ایشونو بخشید فرستادش تبرئه‌اش کردن از ایران. یعنی چی؟ یعنی اینکه هنوز این باورها پشتش بود که من یک آیت الله رو نمیتونم کاریش بکنم. خب آیت الله رو آیت الله باشه، هر کسی باشه، وقتی که خطا داره میکنه باید از بین برد. ببینید من موافق هستم که هزار برابر یا صد هزار برابر اصلا قابل مقایسه نیست حکومت قبلی، و من آرزوم اینه یک روزی به اونجا دوباره برگردیم، اما میخوام بگم که نه، حکومت نمیتونست کاری بکنه. این ریشه‌ای که در مردم 1400 سال گذاشته شده بود و این ریشه خرافات و این ریشه دروغ راجع به اسلام، ببینید اسلام واقعی رو اگر ما بخوایم مطرحش بکنیم، بعد اسلامی که در کشورهای عربی مخصوصا در عربستان وجود داره، وهابیت اسلام واقعیه. هیچ اسلام دیگه شما در هیچ جا نمیبینید که اسلام واقعی. هر اسلام، من اینطوری براتون بگم که اگر بشینید قشنگ به این ممک، بهش میگن به زبان انگلیسی ممک، من نمیدونم به زبان فارسی چی میشه، ولی یک چیزهایی هستش که در زبانها در زندگی انسانها قرار میگیره، بعد اینها جزء زندگی میشه و شروع میکنه تغییر کردن و میمونه، بهش میگن ممک شدن. مثلا تکه کلام ها یه نوع ممک هستش. مثلا شما اگر یه کلمه یه استفاده، مثلا میگن طرف سه کرد، مثلا میخوام بگن خراب کرد، میگن سه کرد، این کلمه است یه ممک باقی مونده. این اسلام و تمام دین ها وقتی که وارد یک سوسایتی، وارد یک کالچری، وارد یک قومی، وارد یک مملکتی میشن، میره خودشو میچسبونه به گذشته، به داستانها، به حماسه های اون مملکت و خودشو تغییر شکل میده و به اون شکل در میاد. من تقاضا میکنم از شنوندگان شما این حرف از من قبول نکنن و برن ببینن، برن در اندونزی اسلام اندونزی رو بخونن، بعد برن اسلام کویت رو بخونن، بعد برن ببینن اسلام در کشورهای آفریقایی چطوریه، بعد بیان کشور ما رو ببینن، بعد برن عربستان رو ببینن، بعد برن ترکیه رو بخونن، و همه اینا با هم فرق داره. اسلام ما اسلامیه که ما یه علی آوردیم، یه حسن آوردیم، یه حسین آوردیم، 12 تا آوردیم، هر کدوم از اینا همشون قهرمانان جنگجویی بودن که شما اگر نگاه کنید داستانای سهراب و رستم و اینا رو برداشتن تبدیل کردن. اگه شما عکس رستم رو برید نگاه کنید که ایرانی ها میکشیدن میذاشتن، عکس علی رو مونختی گرفتن کشیدن گذاشتن. چی شده؟ این اسلام در ایران تغییر ماهیت داده بود برای باقی موندن، یعنی برای اینکه بتونه 1400 سال مخالفتی که مردم کردند و مبارزه کردند برای اینکه مسلمان کشور مسلمان واقعی، یعنی اینکه الان هست، نشن، هی این اسلام خودش رو عوض کرد، در جدارهای مختلف سیستم زندگی مردم باقی موند، در پستوها، در فکر مردم، در اخلاق مردم، در داستانهای مردم، این باقی موند. و الان در 40 سال پیش، 38 سال پیش این اومد بیرون و چهره اصلیش رو نشون داد. اینجاست که ما نگاه میکنیم نقش اصلاح طلبانی که الان دارن از ایران میان، میخوان دوباره اینو برگردونن، ببرنش عقب. ببینید در دین مسیحیت یه نفر بود به نام لوتر. این لوتر وقتی که اومد، یه پریستی بود، اومد گفت اگر ما بخوایم به رفتاری که و نوشته هایی که در کتاب انجیل وجود داره بخوایم اونو قبول بکنیم و اینو ادامش بدیم، به خاطر پیشرفت بشریت کم کم این داستانها داستانهای مسخره‌ایه و به ما میخندن و این دین از بین میره. چی کار کرد؟ اصلاح طلبی کرد، یعنی اصلاحش کرد، اومد
این کتاب انجیل بهش میگن نیو تستمنت، یعنی چیزهای جدید درست کرد، یعنی یه مقدار از این خرافات چطوش در آورد که بتونه باقی بمونه. اسلام هم الان در نقطه از بین رفتن در کشور ما مونده و داره سعی میکنه دوباره برگرده عقب، یعنی یه ذره خودش رو تغییر بده بتونه باقی بمونه. برای اینکه مرگ اسلام، اصلا مرده اسلام در ایران، اینی که شما دارین میبینین زوریه. اسلامی که در زمان قبل در ایران بوده بین مردم رواج داشته، الان فقط دولت با زور داره میاره. برای همینه که این بد اخلاقیایی که ما در مملکت اومدیم، بد اخلاقی ها به وسیله اسلام وارد مملکت ما شده بوده، ولی خود ما هم داشتیم، چون همه انسان ها دارن. ما اگر آدم هایی نبودیم که دروغ نمی گفتیم، پشت سر مردم حرف نمی زدیم، که توی تبلت ها و توی گاه ها نیومده که گفتن پندار نی گفتار نی کردار نی. خب اگه مردم پندار و گفتار و کردارشون خوب بود که یه نفر نمی اومد بگه آقا این کارو بکنین، که پس حتما بوده که باید هم باشه. مگه میشه یه قومی همشون درستگو باشن، همشون خوبگو باشن و پشت سر هم حرف نزدن؟ این جزء غریزه انسانیه. اما این تا کجا ضرر میزنه به ما و در چه نقطه تاریخی اینها بیشتر ضرر میزنه، اون خیلی مهمه. موقعی که یک کشوری حکومتی داره که مردمش دارن کنترلش میکنن و اونها رو آزادی های نسبی نسبت به جهان دارن، خب دروغگویی و رفتار وجود داره، دروغی های ضرر بزنه، اذیتشون میکنن، جریمهشون میکنن، اگه دزدی بکنه زندانیش میکنن. ولی در این نقطه‌ای که الان ما قرار داریم، این مسئله پشت سر هم حرف زدن، دروغ گفتن و این کرداری که شما گفتین داره انرژی و نیرو میده به جمهوری اسلامی برای باقی موندنش و این خطرناک هستش. با شما هستم، خیلی سپاسگزارم. به چند نکته اشاره فرمودید که یکی این که بعد از به اصطلاح انقلاب یا این شورش یا هر چی که اسمشو مینامند، اسلام رو بالا پر دادن. من با شما در این امر موافقم، چرا که قرار شد کمربند سبزی انجام بشه و بسیاری کشورها رو اسلامی تر بکنن که بتونن اون مقاصد شوم خودشون رو پیاده بکنن که به اسرائیل صدمه ای وارد نشه. کشورهای مختلف فرمودید اسلام های گوناگونی دارن. چرا ایران فرق میکنه و اینقدر تندرست؟ به خاطر اینکه منابع طبیعی اونجا خیلی بیشتره. عربستان، رئیس جمهور آمریکا وقتی که به اوباما وقتی که رفت برای دیدن به اصطلاح ملکه، الان اسمش خاطرم نیست، عربستان، دست ایشون رو بوسید. یعنی اینقدر اونها قدرتمندن در داشتن نفت و ثروت و همه اینا، ولی ایران رو دارن چپاول میکنن. پس باید اسلام تندتر باشه که مردم رو خرافی تر بکنن و اگر بگن ما چاه نفت رو درسته برمیدارن دزدی میکنن، بگن در این محل نیای نجسته، هیچ کس هم نمیره سوالم نمی کنه، میگن نجسته. پس به خاطر این چپاول هاست. و اما تغییر ماهیت دادن، این رو با شما موافقم. بعد از آمدن جمهوری اسلامی، سه طرحی رو که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم در رابطه با نشانه گرفتن فرهنگ، شما اینی که میگید اسلام در انباری های ما بود، این رو باهاتون قبول دارم، ولی اجازه رشد بهش نمیدادن، یعنی در همون حدی باقی مونده بود که اگر کسی نیاز داره، روانشناسی امروز و به اصطلاح اطبایی که در رابطه با مغز کشفیات جدیدی انجام دادن، به این رسیدن کسانی که در روز 10 دقیقه نیایش میکنن، حالا بر اون چیزی که باور دارند، این چیزی است که مغز رو پرورش میده، یعنی اجازه نمیدن که آلزایمر بگیرن. این یک. پس اون مذهب منظور یا اون نیایش چی هستش؟ بستگی داره. شما میشینی مثلا میگی که من امروز با وجدان خودتون صحبت میکنی، من با خدای خودم صحبت میکنم، دیگری با حسین و حسن و خب اون ایسا. اون همون اسلام در پستو هست، همون دین در پستو. نه. شما اگه با خدای خودتون صحبت کنیم، مطمئن باشیم که شما هنوز اثراتی از دین درتون وجود داره. نه، به طور مثال عرض کردم خدمتتون. بله. که یعنی میگم که هر کس به اون باور خودش، وقتی که یک بیماری براش، یه بیماری میاد، تصادفی میشه، حتی اگر اعتقادم نداشته باشن، شروع میکنن از طبیعت خواستن، به طبیعت، با طبیعت راز و نیاز میکنن. منظورم به اون چیزی که شخص بهش باور داره. پس اینها
برای یک فرد ما نمیتونیم، این مسئله خصوصی فرده، ولی از اینکه اومده تو جامعه و میگه این کاری که من میکنم تو هم باید بکنی، تهدید میکنه، میکشه، باید حجاب داشته باشی، اگه حجاب نداشته باشی اسید تو صورتت میریزیم، این چیزهایی است که من فکر میکنم زایده. درسته اسلام قوی تر شد، تندروتر شد، تغییر ماهیت به طور 100% داد به علت چپاول کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا و چین و پدرخوانده اسرائیل میباشه که تمام انگلیس میباشه که تمام این کارا رو دارن انجام میدن. و رضا شاه هم وقتی که از ایران داشت میرفت بیرون، حتما شما خودتون مستثر هستید، وقتی که میرفت به پشت سر نگاه میکرد گفت خوشحالم که دانشگاه در این کشور به وجود آوردم. اون سفیر انگلیس گفتش که خب ما هم در اینجا فیضیه به پا آوردیم، یعنی درست کردیم. منظورم به اینی که تأثیر در جامعه درصد داشت در اون زمان و الان هم درصد داره. دختر 12 ساله بهش میگه چادر سر کن، میگه من به کار تو دخالت میکنم که تو به کار من دخالت میکنی. اسلام یعنی اون چیزی که شما میگید باور، در اسلام در بسیاری از جوانان و مردم ایران 100% از بین رفته. این هم با شما معتقد هستم، ولی اجازه بدید بگم هر کسی باید اون باوری رو که داره رو بهش دخالت نکنیم. نظر شما چیه؟ به نظر من بستگی داره باور چیه. ببینید یه وقت که کلمه باور، ببینید من با این مسئله یه اشکال دارم، برای اینکه ما ببینید اولا اگر بخوایم فلسفی به مسائل نگاه کنیم، مطمئن باشین که تا هزاران سال حتی فقط من و شما بشینیم میتونیم فلسفی رد کنیم و قبول کنیم و رد کنیم و قبول کنیم. فلسفه یک چیزیه که از مغز میاد بیرون و علمی نیستش. فلسفه یک چیزیه که با کلمات ما میتونیم بازی کنیم، هر کسی که منطقش قوی تر باشه در اون راه پیروز میشه. برای همین بحث فلسفی به هیچ نتیجه هیچ وقت در دنیا نمیرسه. یعنی شما اگر الان در یک روز آفتابی من و شما بریم بشینیم اونجا و بحث فلسفی بکنیم و اگر روی ما رو بپوشونن که ما بیرون نبینیم، به هیچ عنوان شما نمیتونید من ثابت کنید که الان روز یا شب، در هر دو مورد میشه صحبت کرد. ما اگر راجع به اسلام و قدرت اسلامی که الان وجود داره صحبت میکنیم، این نمیتونیم بگیم که اسلام در اون زمان نیرو نداشت، یا مثلا الان برگردیم بگیم که یکی از بزرگترین چیزایی که من خیلی ناراحت میشم میگم به اعتقادات مردم نباید تون کرد، اعتقادات شخصیه. ببینید اعتقادات بستگی داره به چی باشه. یه موقع است به قوانین انسانی ما اعتقاد داریم، یه موقع است ما به خوبی ها اعتقاد داریم. یه چیزهایی هستش که بگیم خوب یعنی چی؟ خوب یعنی این که من در یک جامعه‌ای که زندگی میکنم طوری رفتار میکنم که هیچ کسی از من آزار پیدا نمیکنه، من کسی رو آزار نمیدم، اون موقع من میگن اخلاق این شخص خوبه. حالا بلکه بگیم افکار، حالا دیگه اونجا میبینی که من تو مغزم چی فکر کنم، ممکنه حرف نزنم اما فکر بد داشته باشم، عملش هم نکنم، هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه. اما وقتی که ما راجع به عقاید صحبت میکنیم، یا اینجوری که شما گفتین مثلا یه مشخص باید مردم هر که آزاده که شخصی فکر کنه هر چی که دوست داره، اگر بخوایم به دین، به خدا، به باورهای دینی مثل اسلام بگیم که هر کسی حق داره خودش اینطوری فکر کنه، مطمئن باشین که این ویروس از بین نمیره. ببینین یه مریضی هست به نام آبلمرغون، حتما همه ماها هستیم، خیلی همونم گرفتیم، هیچ وقت کسی این ویروس آبلمرغون از تو بدنش بیرون نمیره. ما خوب میشیم، راه هم میریم تا آخر عمر. کسایی که پیر میشن، اونایی که آبلمرغون گرفتن، دوباره یه چیزی هست به نام شنگل، من نمیدونم به زبان فارسیش داشتیم یا نداشتیم، دوباره این عود میکنه. یعنی این در بدن همه باقی مونده. باید یه جوری با این مبادله کنیم، باید کاری بکنیم که نتونه این رشد کنه. من میدونم که اسلام در نسل قبلی و حتی در این نسل هم هستش و در مغزهای ما هست، اما این چیزی که میگن عقاید مردم به خودشون ربط داره بهش میگن سکولاریزم. در آمریکا ما سکولاریزم داریم. این سکولار که الان خیلی ها استفاده ازش میکنن، بزرگترین اسلحه نگهداری دینه. سکولاریزم اگه معنی اصلش رو بخونیم با لایسیته خیلی فرق داره. لایسیته که در فرانسه اومد، انقلاب فرانسه موقعی شد که اشرافزاده ها و دینی ها، یعنی کشیش های اونجا، انقدر ظلم میکردن و اذیت میکردن که مردم بر علیه دو دسته، دو طبقه از مردمشون بلند شدن، پادشاهی ها و درباریان و
آخونداشون کشیشاشون. اما در آمریکا سکولار شد. سکولار یعنی چی؟ یعنی به نقطه ای رسید که وقتی که قانون گذاشتن، وقتی که توی قانون اساسیشون گذاشته شد و فاندرا، کسایی که این مملکت رو به وجود آوردن و حکومتش رو درست کردن، سیستمش رو نوشتن، قانون اساسی نوشتن، برای اینکه بتونن دین رو از خودشون جدا کنن، از یک طرف به دین گفتن ما کاری میکنیم که شماها از بین نریم، وگرنه شما از بین رفتنی هستین، چون شماها ظلم به مردم میکنین، آدم ها رو آتیش میزنین، جادوگر میگین هستن. چی کار کردن؟ قانون سکولاریزم یعنی اینکه دین در حکومت دخالت نداره و حکومت هم در دین دخالت نداره. یعنی شما در آمریکا الان میبینین که پول کلیسا هستش، تکس نمیدن، هیچ پول مالیات نمیدن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، در رسانه ها میان یک شنبه ها شب تا صبح صحبت میکنن، مردم میلیون میلیون دلار به اینها میدن، هر روز هم یکی از اینا کلاهبردار و حقوق باز و نمیدونم زن خراب بیرون و اینا پیدا میشه توشون. خب ولی دولت اینجا چیکار کرده؟ دولت اینجا اومده گفته ما با شما کار نداریم، شما با کار نداریم. اینا اگه به کار اونا دخالت کنن، اونا شروع میکنن دخالت کردن. یعنی اینها به یک نقطه رسیدن، چون دین مسیحیت رو دندونش کشیدن، گفتن شما اگه خودتون عقلت نمیرسه برو بشین به خدا دعا بکن. اما در مملکت ما زمین تا آسمون این مسئله فرق داره. چرا؟ برای اینکه مسیحیت یک دینه، یک روش خداپرستیه، اسلام روش سیاسیه. اشتباهی که تمام غرب میکنه و تمام کشورهای اروپایی راجع به اسلام میکنه که اسلامو به صورت خودشون میبینن، چون ما کلمه‌ای در کشورهای خارجی برای یه روش اسلام نداریم، چون همچین چیزی هیچ وقت وجود نداشته. برای اینا چیز جدیدی، اصلا نمیدونن یعنی چی. وقتی که میشینی با یه آمریکایی صحبت میکنی، با یه اروپایی صحبت میکنی، میگی بابا جون این اسلام این نیست، میگه آقا جون با دین مردم کاری نداشته باش. میگیم بابا این دین نیست، این روشه، این مثل کمونیسته، این مثل سوسیالیسته، این مثل امپراتوریاست، این اسلام خلیفه ایه، شما به غیر از اون نمیتونین. خمینی اومد خلیفه شد، اسم خود چی گذاشت؟ ولایت فقیه. اون خلیفه است، خامنه ای خلیفه مملکته، آیسس اومده خلیفه داره میذاره. ببینید بعد اینو توجه کنید که اسلام عقیده شخصی نیست، اسلام روش کنترل مردم 100% از لحاظ سیاسی، اجتماعی، شخصی، رفتارها، کردارها، لباس پوشیدن، غذا خوردن، یعنی کمپلیت، یعنی کاملا کنترل آدمهای تک به تک یک جامعه رو اسلام به دست میگیره. ولی شما بودایی نمیبینین همچین کاری بکنه، شما مسیحیت نمیبینین که برگرده بگه آقا تو باید حتما وقت که میری توی مسترا، عذر میخوام این کلمه میگم مسترا چون این کلمه که خودشون استفاده میکنن، پای چپ تو باید بذاری بری تو، پای راست تو باید بذاری بیای بیرون. اصلا شما بشینید به این مسئله فکر کنین، خیلی مسئله بزرگیه. مردم ما به خنده به این نگاه میکنن. چرا؟ برای اینکه این داره میگه حتی در اون لحظه ای که داری میری اونجا، تو باید اسلام در نظرت باشه، در دستشویی رفتن یادت نره ها، موقعی که غذا میخوری یادت نره که تو باید اینو بخوری اونو نخوری. ببینین مسئله حجاب دختران ما نه برای اینه که دختر لختشو نبینه کسی، برای اینکه در فاحشه خونه صحنه امام رضا درست کردن. شما نگاه کنین ببینین خود اینها چه کار میکنن. مسئله دختر لخت باشه، سرش بیرون باشه، پاش بیرون باشه نیست، مسئله اینه که میگه یادت نره من اینجا همه کارم. من مبارزه‌ای که می‌بینم هموطنان ما دارن با اسلام می‌کنن، باید جور دیگه‌ای مبارزه بکنن. مبارزه ما با این نیستش که بگیم آقا جمهوری اسلامی چرا اومده اینجا داره رفتار اسلامی می‌کنه. ما ببینیم که آقا شماها اومدین دارین مبارزه می‌کنین با ماها، درست، قدرتتون زیاده، درست، اما باید بفهمیم چرا این دستورها رو گذاشتن و اینها رو خونسا کنیم. من چرا معتقدم اول برنامه گفتم زنای ما میتونن نجات پیدا کنن، از ما رو نجات بدن از این مسئله، برای اینکه بیشترین فشاری که داره میاد رو زنها میاد، مردا که کاری نداره، لباسش داره میپوشه، بیرونش هم داره میره، تازه زنش هم که داد بزنه یکم تو سرش میزنه، چرا بسه هیچ بزنتش کنار؟ فقط مسئله اقتصادیش میشه واسه مرده که الان پول نداره تو اون مملکت. یعنی اگر مثل کشور کویت ایران برگرده پول در اختیار مردا بذاره، بهتون قول میدم هیچ مردی برای جمهوری اسلامی بلند نمیشه.
برای اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم که مرد سالاری اسلام به خاطر اینه که اولا به همه بگه که چی کار کن، در کجا این کارو بکن، چه غذایی چه لباسی رو بخور، ولی از همه اینها مهمتر اینه که از روز اولی که اسلام به وجود اومده به خاطر اینکه دیده زن چه قدرتی داره. ببینین شما توجه بکنین، مسئله آزادی زن یک مسئله بسیار بسیار با خطرناکیه برای دین. شما اگر نگاه بکنید تمام دینهای ابراهیمی قدرت رو از زن گرفتن. دلیل داره. ببینید تمام، شما هیچ وقت هیچ دینی شما نمیدین که ازدواج با یک دین دیگه برای زن و مرد اجازه بده. دلیل داره این. برای اینکه وقتی که من مسلمان با یک ارمنی برم، با یه دختر ارمنی، یه دختر کلیمی برم ازدواج کنم، بچه ما سر دوراهی قرار میگیره. سر دوراهی که آیا این درست میگه یا این درست میگه، و نشون داده شده که اکثریت اینا بیدین میشن. میگه پدر من اینه، مادر من اینه، پس من نشم. پس برای همینه که دین ها از قدیم فهمیدن، برای همینه که نجس میدونن همدیگر رو، برای همینه که طرد میکنن که نریم با یکی دیگه ازدواج کنیم. و در اینجا ما نگاه میکنیم که زنها چه نقشی داشتن. اول از همه اینه که تمام مردانی که قدرت به دستشون بوده، اگر زن خود آزادی پیدا میکرده، اینها دیگه به دنبال جنگ نمیرفتن، عاشق میشدن. به خاطر زن دیگه نمیرفتن، یه زن دیگر رو تجاوز نمیکنن. وقتی که خودش زن خودش رو دوست داره و باعث بی احترامی به زن، یعنی که تو میتونی بری زنهای دیگر هم از بین ببری، بکشی، تجاوز کنی. اسلام درس قشنگی داد بهشون، به مردا گفت بابا شما اگه به احترام زن خودت بذاری، که تو دیگه نمیری به زن کسی دیگه تجاوز کنی. که حضرت محمد اگه زن خودش احترام میذاشت که نمیگفت برین وقتی که گرفتید یه مملکت و پولاشو بدزدید، زناش هم بردارید برای خودت تجاوز کنی بهش. پس ما میبینیم که اسلام اگر به زن میگه چادر سرش کن، اسلام اگه به زن میگه تو حق نداری، نصف حق داری، اسلام اگه زن رو سنگسار میکنه، برای اینه که بتونه اون مرده به زنهای دیگه هم بی احترامی کنه. وگه نه وقت که من به مادرم احترام بذارم، به زنم احترام، به زن خودم احترام بذارم، به خواهرم احترام بذارم، من دیگه نمیتونم به خواهر کسی دیگه بی احترامی کنم. ولی در اسلام وقتی که من زنم رو کتک میزنم، وقتی که دخترم رو با چاقو میزنم برای اینکه تو خیابون رفته با یه پسر حرف زده، یا از این آنر کیلینگ یا چی بهش میگن در ایران، قتلای ناموسی میکنن، این وقتی که خواهر خودشو میزنه میکشه، خواهر همسایش که مثلاش دیگه مسئله نیست. خب این روش محمد و علی بوده دیگه. برای همینه که زنان ما باید اینو بدونن که اینها قدرت از اینا گرفتن برای اینکه میترسن. از چی میترسن؟ وقتی که زنها قدرت در ایران بگیرن، اونجاست که دیگه مرده علاقه و عشقش که به مادر و خواهرش از بیشتر میشه، جامعه به هم علاقه پیدا میکنن. آزادی یک مملکت تو آزادی زنان میشه پیدا کرد، نه تو آزادی مردان. آزادی مرد که وجود نداره، که همه مردا آزادن. مملکت ما اگر تا وقتی که اسلام در اونجا وجود داره، زنان ما آزاد نمیشه. و چون زنان ما 50-60% جمعیت کنونی مردم ما زنان هستن، زنای ما بزرگترین نقش رو برای آزادی دارن. و اون مردانی که میخوان ایران ما آزاد بشه، باید در هر نقطه‌ای که میتونن پشتیبانی کنن. برای اینکه مردان ما نمیتونن، و نشون دادن که مردم ما، مردهای ما در مدت تاریخ حرف زن و چابلوس و دروغگو زیادی شدن به خاطر اسلام، و اینو باید از خودشون درک کنن. من باید قبول بکنم که من خود بزرگ بین هستم، هیچ کارم، ولی فکر میکنم همه کارم. شما نگاه بکنید، تنها کشوری هستیم که هر کسی که میاد رهبر میشه میگه ما میخوام بریم ایران نجات بدن. در این 40 ساله شاید 50 نفر اومدن ادعا کردن که ما فردا ایران نجات بدیم، از حخاش گرفته تا سلشترش گرفته، تا رادیو تلویزیونش گرفته، تا نمیدونم گویندش گرفته، تا فوتبال پلیرش گرفته، تا دانشوش گرفته. هر کی که میاد اینجا دو دقیقه نیومده بیرون، فکر میکنه این الان نجات میده ایرانو. چرا؟ برای اینکه مغزش هنوز رشد نکنه که درک بکنه. عزیز من، تو هنوز خودت به نقطه‌ای نرسیدی یه روز جلوی آینه بشین، خودت که با خودت میتونی راحت باشی، که خودت بشین بگو تو کی هستی که داری این حرف میزنی. به غیر از تو خالی بودن چیز دیگه ای نیست. و این تو خالی بودن ها حرکت مملکت ما رو برای نجات پیدا کردن برده پایین، و نقطه رسیده که ما احتیاج داریم که زنا الان بیان
و حرکت از دست مردم بگیرم و هیچ راه دیگه وجود نداره. من اینو شاید 10 سال دارم تلویزیونم میگم. با شما هستم. عذر میخوام طولانی سوال. خواهش میکنم زنده باشید. یعنی درست به نقطه ای اشاره فرمودید که دقیقاً همین گونه هست. به همین دلیلم جنبش زنان پیشاهنگ با 25 سال سابقه یک کاری در امور مختلف وقتی دیدیم بی ثمره، کمان که در مورد سیاست صحبت خواهیم کرد در رادیو، ولی در جنبش زنان پیشاهنگ صرفاً حقوق زنها رو خواهانیم. این مسائلی که شما بهش اشاره فرمودید که در اسلام زن نمیتونه حقوقی داشته باشه، حقوق زن با رعایت مذهب اسلام سازگار نیست، اینها چیزهایی است که باید مردم زنا متوجه بشن. پس باید قرآن رو بازخوانی برایشون کرد، برایشون باید تفسیر کرد، برایشون ترجمه کرد که چی خواهند گفت و خود اونا هستن که تصمیم میگیرن. اما سوال من در رابطه با اعتقاد داشتنه. شما اشاره فرمودید هر کسی میتونه اعتقادی برای خودش داشته باشه، همون سکولاریزم. اما میخوام از شما سوال بکنم در رابطه این اعتقاد داشتن در قشرهای جامعه چگونه تأثیر گذاره. به طور مثال فردی که بی سواده مسلماً تحت تأثیر قرار میگیره، یه قرآن میخونن، یه دونه تعزیه نشون میدن، یا کسانی میتونن مغزشویی بکنن، پس اون سریع میتونه اون رو یاد بگیره، یعنی توتیوار اون هم میشه یک آدمی که حالا به اون راه کشیدنش. متوسط، تحصیلات متوسط. ای به جامعه ما، من فکر میکنم که بعضی همون خیلی کم میدونیم، ولی همون بزرگ بینی که شما بهش اشاره فرمودیده، ما هممون خیلی کم میدونیم و این درد جامعه است. کسی که میدونه خودشو عقب میکشه، گهگاهی میاد صحبتهایی میکنه که واقعا همه اونهایی که میفهمن اون رو درک میکنن و میآموزن. ولی ای به همه ما در این رسانه ها، البته جسارتی برای شما نباشه، من کلی عرض میکنم، این است که کم میدانیم ولی زیاد تبلمون خیلی صداش بلنده، تبل تو خالی که گفتن. خب باید دید که چگونه رفتار میکنن. اگر که میتونستیم این چندین سال میومدیم این آموزش ها رو میدیم. در زمانی که اسلام، یعنی همین خمینی آمد و ایران رو میخواست کنف یکون بکنه، آمریکا با کارتر و بالاخره اونهایی که بودن اومدن یک برنامه عروسک قشنگ، یعنی طالبان رو از قبل به قول خودمون تو آب نمک خوابونده بودن که این کمربند سبز رو پیاده بکنن و جنایاتی که باید در به اصطلاح به عنوان اسلام انجام بشه در منطقه به خصوص ایران، چرا که میزان کتاب خونش کمه، زودتر تحت تأثیر قرار میگیرن و میتونن مغزشویی کنن به وسیله های به وسیله رسانه و سرکوب کردن. آمدن این اسلام رو غلیظ‌تر کردن و مبارزه با اسلام شما فرمودید که باید باشه به طور درست. هموطن عزیز، همکار محترم من، تا زمانی که مردم قرآن رو به عربی میخونن، من اصلا متوجه نمیشم، ولی وقتی که میگن قرآن، به قرآن نباید توهین کرد. من نمیدونم به فارسی میگن، قرآن فارسی هم اومده که اون هم باز تحریف شده است. چه درش نوشته شده؟ قرآن های فارسی همه تحریف شده است. من قرآن ایران رو دارم ترجمه، قرآن سوئد رو دادم ترجمه، وقتی که میخونم میبینم یک دنیا اینها با هم فرق میکنن. در سوره النساء در ایران میگن زن رو میتونی سه شب مجازات بکنی اگر حرف خونه رو بیرون برد، در قرآن سوئد همچین چیزی وجود نداره. همه تحریف شده است، معلوم نیست کدومش درسته. اما به خاطر مبارزه با اسلام من فکر میکنم باید شروع کرد این کتاب رو صفحه به صفحه خوند، ترجمه و تفسیر کرد. حالا این سوالی که از خدمتتون داشتم در رابطه با اعتقاد، حالا اعتقاد مذهبی است، اعتقادی که فرد داره، با میزان سواد اون رو شما چگونه برآورد میکنید؟ نه، من فکر مثلا اینو با هم ربط نداره. چرا؟ برای اینکه مسئله خرد و دانش دو چیز مختلفه. یعنی لزوماً کسی که عالم هست و علم دیده و درس خونده حتما خردمند نباید باشه. کلمه خرد در فارسی خیلی مهم هستش. خرد داشتن یه چیز وجودیه، یه چیزیه که شما میتونین آدم بی سوادی باشین ولی هنوز اون درونتون منطقی فکر کنین
ولی این با درس خوندن درست نمیشه. همونطور که شما میبینید در مملکت ما خیلی کسا هستن که دانشگاه هم رفتن ولی هنوز 17 رکعت نماز میخونه و عاشورا و تاسوعا میره تو خیابون. چرا؟ ولی اینکه اصلا اینا با هم ربط نداره. اون آدم ممکنه راجب فیزیک میدونه، راجب شیمی میدونه، علم مکانیک میدونه، جراح نمیدونم قلبه، اما هیچ اطلاعی راجب روابط اجتماعی نداره. شما اگر نگاه کنین ببینین که من در خانواده من خیلی هستن که مثلا جراح هم هستن، اما وقتی که با اینا صحبت کنی اینا راجب تاریخ مردم ما، راجب اسلام، راجب اسلام چی کار کرده، کجا رفته، چرا این کار رو کرده، اطلاعی ندارن. و کورکورانه چون مادرش بوده میگه آقا ما مسلمانی، من در این مهمانی بودم، یه آقایی بود پزشکی بود، سنشم زیاد 70-75 سالش بود و میگفت آقا ما اسلام جزء ماست، من معتقدم، مسجدم اینجا میرم. برگشتم گفتم عزیز درسته شما تحصیلات کردین ولی اون تحصیلات ربطی به این نداره. گفت آقا یعنی چی ربط نداره؟ گفتم عزیز شما الان میتونین راجع به کوانتوم فیزیک، راجع به فیزیک ذره ای صحبت کنین. گفت من اطلاعی راجع به اون ندارم. گفتم چرا نداری؟ گفت خب من نخوندم اونو. گفتم خب اینم اینه همونه. یعنی ببینید برای اینکه این کار بره جلو، مردم ما مسئله مدرسه و دانشگاه نیستش، مسئله سر اینه که اینها باید برن راجع به اثرات دین و باورهای خرافی در همه دنیا، نه فقط اسلام، اول برن کلی راجبش بخونن که اصلا این دین چی هستش، برای چی اومده، چجوری درست شده، به کجا رفته، چه تأثیرات رو زندگی انسانها گذاشته، و بعد بیان راجب اسلام. مسئله خوندن قرآن اصلا خیلی مهمه، بعد بخونن. من با شما موافقم که با زبون فارسی میخونیم اون نیستش، برای اینکه خودشم قرآن انقدر شکسته مکسته نوشته که من فهم میکنم 7-8 نفر بودن که اینا آدم های بیسوادی هم بودن. اولا قرآن اگه اون قسمتی که خداوند بخشنده و متعاله اگه ورش داری یه سومش خالی میشه، یعنی تکراریه، و بیشترش هم چیزای هجویاتیه که از کتاب تورات و انجیل و اینا گرفتن، بقیهش هم دستور جنگ محمد بوده. اصلا چیز مهمی راجبه چیزی نمیگه. من قرآن رو انواع و اقسامش رو دارم و خوندم و سعی کردم برای مردم تا جایی که میتونم بگم. برای اینکه اسلام بدون این چیه، کار آخونده و داعش رو نگاه کن، اینا کی هستن؟ این اسلام واقعیه، اصلا لازم به خوندن این اسلام واقعیه. شما میخواین به مریضی سرماخوردگی رو ببینین، لازم نیست بخونین که بفهمین چیکار میکنه. یه آدمی که سرماخورده رو نگاه کنین میفهمین که این آدم آب از بینیش میاد، چشاش اینطوری میشه، تب میکنه، این آدم آدمیه که سرماخورده. مملکت ما فهم میکنم مردم ما دیگه الان فهمیدن اسلام چیه. اسلام هیچی به غیر از این نیست. اون اسلامی که زمان پهلوی برای ما میگفتن اون اسلام نبود، اون اسلام مندرآوردی بود، اون اسلام الکی بود، اون اسلامی که شما بلندشین فقط برین ببینین. شما نگاه کنین ببینین، برای این که بدونین اسلام اصلا پایش چیه، فقط این مسئله امامزاده ها و قبرهای این عرب هایی که ما میپرستیم و شما نگاه کنین، شما نگاه کنین ببینین که مثلا اگر در استانهای ایران نگاه بکنین، با وجودی که مرز آبادان و اون ناحیه پایین با کشورهای عربی بیشتره، خب ما باید اونجا عرب هستن امامزاده بیشتر داشته باشیم، ولی ما در شمال ایران در مازندران و گیلان و اینا بیشتر داریم امامزاده. خب باید با خودمون فکر کنیم چطور میشه مازندران و گیلانی که چند صد سال بعد از اومدن عرب ها و حمله اسلام به ایران مبارزه کردن با اسلام، چرا اونجا امامزاده بیشتر شده؟ در شمالی که ما میبینیم برای این که اینا رو تحریک کنن این رفتاره اسلامی بود که میگفتن بی غیرتن، یعنی که زناشون در اونجا قدرت داشتن، با مرداشون میرفتن تو شالیزا، دامناشون رو میبستن پشتشون زنها، و زنها قدرت بسیار زیادی در مازندران گیلان دارن، بیشتر از که استانهای دیگه، برای اینکه آزادتر هستن، بهشون میگفتن بیرک هستین. حالا چرا در اونجایی که انقدر مبارزه کردن برای نجاتشون از اسلام الان بیشتر شده؟ برای اینکه این امامزاده همه قبر آدم کشایی بوده که در اینجا اومدن کشتن، هرچی ایرانی ها اینا رو کشته بودن قبر خاکشون کردن، همه این تمامی امامزاده خاک آدم کشای ایرانه. اما در زمان پهلوی نگفتن اینو به مردم،
در زمان پهلوی نگفتن که این صحنه امام رضایی که میبینین اگه ایرانی ها درست کردن، رفتن روی خرابه یک آتشکده بزرگ ایرانیان بوده. این برای اینکه این عرب ها بین نبرنش، روی اونجا رو بسته بودن، مسجد درست کردن، گفتن بابا بیاین اینجا نمازتون رو بخونین که اون خراب نشه. زیرش هست، هنوزم اون زیر هست. یعنی ایرانی ها برای اینکه قدرتشون دیگه نمیرسید، به خاطر جدایی هایی که پیدا شده بوده، به خاطر همین اخلاقی که الان در ما وجود داره که جدایی بین احزاب ما وجود داره، همونطور که الان وجود داره، کردستان و آذربایجان و لرستان دارن جدایی میخوان بگیرند از ایران. این در همه تاریخ در ایران بوده، در تمام تاریخ یک ذره که این ورانور میرفتن، یه در اینا میخواستن بیان رئیس خودشون رو پیدا کنن، جدا بشن. و شما نگاه میکنید در اول حکومت محمد ببخشید رضا شاه، این مجبور میشه با همه اینا جنگ بکنه تا همه رو بیاره یک ایران بزرگ درست بکنه. ولی این ایران بزرگ به ضرر جهانه. جهان پیشرفته نمیتونه یک کشور پیشرفته یه ابرقدرت دیگه پیدا کنه. مجبور این 1990 که شوروی رو تیکه تیکه کرد، بعد یوگسلاوی رو تیکه تیکه کرد، بعد اومده تو کشورهای خاورمیانه داره تیکه تیکه میکنه. ولی من برنامه‌ای داشتم گفتم، ولی خود اینا در اروپا دارن یکی میشن، آلمان رو یکی کردن. اگر تجزیه کشورها خوبه که قوم‌ها اصلا جدا باشن، چرا کشورهای اروپایی اومدن لازم اقتصادی با هم دارن یکی میشن، یه پول واحد گذاشتن، برای اینکه میدونن در اتحاد پیروزی. ولی در کشور ما اسلام یک قلاده‌ایه برای جدا کردن مردم، برای اینکه اسلامی که میاره غم کشی و چاق کشی رو رواج میده، اسلامی که میاره آدمای دیگه رو میتونیم بکشین از بین ببرین. حالا جنگ میشه بین کردها و اینوریا و اونوریا و بین آذریا و اینا، همه دعوا، همه این اسلام ریشه همه اینا. شما اسلام از تو ایران در بیارین، من بهتون قول میدم دیگه مشکلی به اون صورت نخواهیم داشت. من با شما هستم، عذر میخوام. یه ببینید، اشاره فرمودید، من از شما سوال کردم اعتقاد داشتن و بی سوادی و اطلاعات اثر داره یا خیر. شما در طول صحبتتون اشاره درستی کردید، همونجور که به فامیل خودتون جراح هم هستن، ولی میگفتن مادر و پدر ما به اصطلاح مذهبی هستن، حالا ما هم داریم، سواد نمیتونه تأثیر گذار در این امر باشه. ولی اگه افرادی مثل سازگارها رو ببینیم با یک کامیون مدرک اومد و چقدرم در اونجا سپاه پاسدارها را خونریزی هایی که میشد، میگه من دست ندارم و داره همه کاری رو انجام میده، میاد میگه من مسلمونم و باید کارش رو انجام بده. در ایران حرمهای متحرک درست کردن که میره به شهرستان ها همه جمع میشن گریه زاری میکنن، یعنی امامو از در میارن و میتونن برن از اونجا اخاذی بکنن. در رابطه با شما خیلی سینه زنی و قمه، علت سینه زنی شما فکر میکنید در ایران چیست؟ چرا زنا سینه نمیزنن؟ البته همکنون که من با شما صحبت میکنم در ایران قرار یعنی میزنن، از دو سال پیش گویا شروع شد، زنها هم در محافلی جمع میشن و همه باید سینه بزنن، مثل کارهایی که آقایون میکنن، و حتما لباساشون هم باید با اون زنجیرهایی که میزن خونالود بشه. در رابطه با همین مسئله سینه زنی و زنان، چرا زنها سینه نمیزدن؟ مگه زنها الان مسلمون تر نیستن؟ این رو شما چگونه میبینید؟ ببینید، اولا باید بریم نگاه کنیم ببینیم این نماز خوندن، سینه زنی، تو خیابون اومدن، اینا از کجا اومده؟ اینا از دین اسلام نیومده، در دین مسیحیت و یهودی هم وجود داره. نماز خوندن در دین یهودیت بوده که بعدن اومده به دین مسیحیت، بعدن اومده به دین اسلام. یعنی وقتی که محمد در اون عربستان زندگی میکرده، چون رابطه داشته و دین یهودیت بسیار قدرت زیادی داشته در مردم، برای که تن اولین پایه دینهای ابراهیم بعد از ابراهیم این یک پایش بوده یهودیت. یعنی شما قرآن و تورات و انجیل رو نگاه کنید، حالا قرآن یه مقدارش تغییر داره ولی همش به هم شبیه. اسلام وحشیانه همون دین یهودیت و همون دین مسیحیت. در دین مسیحیت من برای شما ویدیو میفرستم، اینا میان زنجیر میزنن به خودشون. در دین مسیحیت بهش میگن پدر روحانیه، به خودش یه کشی میبنده، زج میده خودشو. من براتون عکس و ویدیو خواهم فرستاد، اگه یه موقع لازم باشید سایتتون بذارید. یعنی این فکر نکنید در اسلامه، این در دینه. چرا؟
برای اینکه این دینی که ما به نام دینهای که الان وجود داره میبینیم، این باقی مونده یه دینیه که یه خدای واحد داره. اون خدای واحد چیه؟ این خدای واحد باقی مونده خدایان زیادیه. ما خدای خوبی، خدای بدی، خدای عشق، خدای برق، خدای رد و برق و تاندرستورم و نمیدونم شکوفا، همه چی داشتیم. این خدایی که الان هزاران سال باقی مونده و آخرین خدایی که تکی شده، این خدای جنگه. این خدای جنگه که وقتی شما یهوه رو میبینین در پرستش میکنه اینا، برین تاریخ یهوه رو بخونین، یهوه اسمش عوض شده. اللهی که در زبان عربی میبینیم که زبان عربی در اصل نیست، این آله بوده، اینها تمام از زمان میترایزم بوده. اینها خدای جنگن. خدای جنگیه که الان پیروز شده، برای اینکه این تنها چیزی بوده که در زمان جنگ کشورها کمک میکرده به اینا. اینا به افرادشون میگفتن ببینید خدای جنگ با ماست، بریم داد بزنیم، بگیم بیاییم بریم بجنگیم. در زمان صلح که کسی دعا نمیکنه که اگر مملکت ما الان همه رفاه داشته باشن که کسی دیگه نمیره سینه بزنه گریه کنه که. پس اگر شما می‌بینید سینه زنی وجود داره، زنا نمی‌کنن، برای اینکه اولا زنا نمی‌تونن بیان تو خیابونا خودشون رو سینه‌شون بکوبن، زنجیر می‌خوان پشتشون بزنن، یه جوری بوده که اصلا زن رو حساب نمی‌کردن، زن مطرح نیست در عربستان، زن حتی اون رانندگی نداره. زن اگه بخواد هر کاری بکنه باید اجازهش رو بگیره اول. بعد اگه می‌خواستن بگن که زن‌ها بیان تو خیابون بزنن، اجازه رو از پدرش و شوهرش گرفته بودن. اونجاست که زنه میگفت آقا من میخوام تو خیابون سینه بزنم. دعوا را میافتاده بین شوهره برادره با دین، میرفته با آخونده میگفته آقا من تو زن منه، تو بهش میگی به تو خیابون سینه بزن، الان 50 تا زن تو خیابون دارن سینه بزنن، اینا میخواد بره، کنترل از دست میرفته. دین گفته آقا زنا رو ول کنین، بذار مردا خودشونو بکوبن، زنا رو بگین تو خونه بشینن، غم و غصه داشته باشن، جمع نشن. این دین اسلام و دینهای ابراهیمی در اثر بدبختی و بیچارگی، در اثر شکست، در اثر ناراحتی ها قوی میشه. این حشره‌ایه که در منجلاب رشد میکنه، نمیتونه در یه جای تمیز رشد کنه. شما برای اینکه یه سری ویروس ها رشد کنن باید یک محیط کثیفی باشه که رشد کنه. شما خب معلومه این محیط رو بخواید تمیزش کنه از بین میره، پس باید چیکار کنه؟ باید محیط کثیف نگه داره. تمام دین ها در تاریخ مردم رو در تاریکی و غم و غصه نگه می داشتن. چرا میگن باید در دین اسلام همه گریه کنن؟ آخونده اومده بود میگفت آقا اصلا باید مردم رو به گریه می زن، شماست که بلد نیستی، برای که این مردم بخندن که دین اسلام که پیشرفت نمی کنه که. خب مکه مردم راضی هم برای چی برن دو؟ الان ببینین در اثر کشتالی که اینا می کنن، زوری که اینا میگن، اسلام داره روز به روز قدرت میگیره. چرا قدرت میگیره؟ من میدونم ما معتقد به این هستیم که الان یه عده شناختنش دارن میان، اونم به خاطر شرایطی که الان در دنیا وجود داره، به خاطر ارتباطاتی که وجود داره، به خاطر اطلاعاتی که به ایران میرسه، به خاطر اینترنت، به خاطر تلویزیون، مردم دارن نگاه میکنن اینا، پس این روش زندگی نیست. ولی در گذشته میگفتن همین زندگی، همه دنیا دارن اینطوری زندگی میکنن. آقا باید زنمون رو کتک بزنی، خودمون بریم تو خیابون خودمون هم کتک بزنیم. یعنی شما نگاه کنید ببینید تمام دین ها میگن هم اول زناتون رو بزنید، بعد دختراتون رو بزنید، بعد خودتون رو کتک بزنید. اینا واسه اگر هم خودتون این کار رو نکنید ما کتکتون میزنیم. چرا؟ یعنی این که گفتن شماها باید همیشه در درد و بدبختی باشین. حالا شما میگین اعتقادات دینی مریضیه. کسی که بشینه بگه من با خدای خودم خلوت میکنم بعد بره پرو روانشناس. آخه کدوم دیوانه ای میشینه میگه من با این سه تخیلی که خودمون درست کردیم بشنم صحبت کنم؟ آخه مگر خانوم عزیز مگر امکان داره یه آدم عاقل بشینه بگه من خودم یه دونه تیکه سنگ رو بر میدارم تیک 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 میشکونمش میذارمش اونجا، بعد میشنم ازش دعا میکنم میگم آقا لطفا به من کمک کن، یه کتاب خودشون چاپ بکنم، بعد میگن اگه دست به این چاپه بزنی نجسه. آخه آدم عاقل اینو کی چاپ کرده؟ پس این خدایی که شما میبینین و میگین به اعتقادات دیگاه کنین، این ساخته پروسته آدمه. ما اینو درست کردیم تو فکر خودمون، بعد نشستیم میگیم آقا من بشینم با اون خلوت کنم. با چی خلوت کنیم؟ چرا نشینیم با اونی که دوست دارین صحبت کنیم؟ چرا نشینیم به طبیعت نیم؟ چرا اون وقتی که ما میخوایم بشینیم اگه میخوایم آرامش داشته باشیم مدیتیشن بکنیم؟
در خیلی روش ها هست الان. آدم میشینه بهش یاد میدن چطوری خودتو کام کن، ضربان قلبتو بیار پایین. در خیلی ورزش هم وجود داره، خیلی مردم این کار انجام میدن. لازم نداره من بشنم اونجا به سه تخیلی نگاه کنم، این اعتیاده. مثل اینه که یه عده بگن آقا من دوست دارم هروئین بزنم برای اینکه آروم میشم، بی خیال میشم، تریاک که میکشم بی خیال میشم. بله بی خیال میشین، اما اعتیاد این، شما نه به زندگیتون میرسی، نه به کارت میرسی، نه فکرت میتونه درست باشه. عقاید شخصی و اعتقادات دینی مواد مخدریه که نه فقط به شما، به جامعه ضرر میزنه. اون کسی که 17 رکعت نماز میخونه و سینه میزنه بعد میشینه با خدای خودش میگه، این باید بره تو جامعه خدمت بکنه. پس کی بره این درد و دواها رو حل کنه؟ کی بره اختراعات بکنه برای راحتی مردم؟ کی بره پادزهر نمیدونم فلان مریضی رو پیدا کنه؟ ماها باید بریم دیگه، ما هی بشینیم با خدامون خلوت کنیم. آخه اینم شد زندگی. فرق ما با یه دونه نمیدونم چی بگم، کرم چیه؟ کرمم داره همه کارو میکنه دیگه، همش با خودش خلوت کرده. عذر میخوام، این مسئله اینقدر برای من حساسه. بله. برای اینکه میبینم که مردم ما اعتقادات دینی و باورهای خدایی رو هنوز فهم میکنم. مثلا یکی به من زنگ زد یه بار گفت آقا خب این دین رو ما باور نکنیم به خدا چی جاش بذاریم؟ گفتم آقا شما شده مثل این که یه نفر بره پل دکتر میگه آقا من دارم میمیرم، سردردهای عجیب دارم، میگه آقا یه تومار سرطانی تو مغزته، اینو باید ورش داریم، وگه نه تو میمیری. میگه آقا اینو وردارین جاش چی میخوا بذاری؟ یعنی چی جاش؟ هیچ چی. یه عده میگن آقا به جای این دین از مردم بگیریم، این باورهای خدا را مردم چی جاش بدیم؟ هیچی. جاش عشق میدیم، جاش علاقه میدیم، جاش بری کمک کن به یه آدمی که تو خیابونه. اگه بیکاری برو راه، برو به مردم کمک کن. نمیتونی برو خیابونا رو تمیز کن، یه کاری بکن. عذر میخوام با شما. خواهش میکنم، سپاسگزارم جناب امید امیدوار گرامی. شما فرمودید که آخرین سوالم هست، میدونم خیلی اذیتتون کردیم، وقتتون اصلا. رو گرفتیم چون میدونم که برنامه رادیویی خودتونم هست. شما فرمودید قرآن رو چندین بار خوندید به فارسی، یعنی میدونید که درون قرآن چه چیزی نوشته، درست متوجه شدم؟ ببینین بله، ولی براتون بگم، همونطور گفتین کلماتی که جمله هایی که به فارسی ترجمه شده معنی نداره، اینقدر خواستن برای اینکه عربی گفته شده. ببینید خود بعد یه نفر که عربی بلده اینو بخونه، درست گفتیم. فارسیش که میخونیم بی‌معنیه، یعنی یه دفعه یه جایی داره راجع به مثلا فرض میکنم سفر این از مدینه که یه عده اومدن بهش دروغ گفتن حرف میزنه، مثلا امروز چی شده، یه عده بهش دروغ گفتن، اومده گفته این کسانی که به من دروغ گفتید یادتون باشه جاتون تو جهنمه، گرفتین سرشونو بزنید. خب میبینی، بعد یه دفعه بعد از اون میگه که خدا یکی بیشتر نیست، من هم دیروز با زنم بودم. اصلا ببینی، یعنی اصلا هیچ چیش با هم ربط نداره. این یا یه مریضی داشته این شخص، یا اینکه اینایی که اینو نوشتن نمیدونستن چاکن، یا به فارسیش اشتباه بوده. برای همینه که من میتونم براتون بگم کجاها کشتارش چی بوده شا. ولی اگه بخوام براتون همشو بخونم بعد فکر کنی که من دارم فارسی غلط‌خلوت صحبت میکنم. درست. در هر صورت بسیاری از سوالات من مون که امیدوارم یک برنامه دیگه اجازه بدید این بحث هایی رو در رابطه با آن چیزی که در همه رادیو تلویزیون ها فعالین سیاسی، افشاگری ها، اختلاس، بزرگ خودبین، همه اینهایی که در بخصوص در مورد فیلم های قدیمی که پایه‌گذار فیلم های امروزی است میخواستم صحبت بکنم که متاسفانه وقتمون داره تموم میشه. اگر که جمع‌بندی دارید بفرمایید که حتما این از شما میخوام این قول رو بگیرم که در برنامه دیگه با ما باشید که بتونیم این رو به طور کاملتر با هم صحبت بکنیم. خواهش میکنم. من فقط خواستم اینو در آخر بگم برای شنوندگان عزیزتون که من در 15 سال آخر سعی کردم بیشتر راجع به دینها رفتم خوندم، پایه همه دینها و بعد دین اسلام. اگر راجع به مسائل اجتماعی صحبت میشه میتونم از این نظر که این چه تأثیری روش گذاشته بگم، ولی بهتره کسانی که جامعه شناس هستن و از یه طرف دیگه کسایی که روانشناس هستن بگم. اگر من نظراتی گفتم نظرات شخصی من، نه تحقیقی، خواستم یه موقع اشتباه، ولی اگر راجع به دین دارم میگم نظر شخصی نیست، نظر این مسئله تحقیقیمه.
یعنی اگر مسائل راجب دین و چطوری به وجود اومدنش در جامعه چه تأثیری میذاره، اگر من بتونم بگم مطمئن باشین که از کجا خوندم، در کدوم کتاب بوده، در کدوم کشور بوده، چه جوری بوده رو میتونم براتون با مدرک بگم. ولی مسائلی که راجب اجتماع صحبت میشه یا کارهای سیاسی صحبت میشه، نظرات شخصی هستش و دلیلی پشت سرش ندارم، فقط علاوه شخصی دارم اینجا خواستم فقط اینو توضیح بدم. خواهش میکنم، خیلی هم سپاسگزاریم. در هر موردی هر کسی که اطلاعاتی داره و به قول معروف حرفی برای گفتن داره که چگونه مذاهب به وجود آمد، چگونه تأثیر گذاره در یک اجتماع، مرد سالاری از ریشه کدوم ادیان آمده، همه اینها چیزهایی است که شما میگید در موردش تحقیق کردید و بس. اگر که کسانی، هر دوستی، هر عزیزی که در این راه به ما کمک میکنه در راه جنبش زنان پیشاهنگ ایران، یعنی آگاهی دادن، اطلاع رسانی کردن که از کجا ریشه این آمد که زن حق و حقوقی نداشته باشه، و اگر که امروز میخوایم حق خودمون رو بگیریم، جناب امیدوار، من فقط در پایانم هست، وقت شما رو میگیرم، یک موضوع کوچیکی رو خدمتتون عرض بکنم. به محض اینکه اعلام موجودیت کرد جنبش زنان پیشاهنگ ایران، دو سازمان به ما برای ما تهدیدنامه فرستادن که یا آن چیزی که ما میگیم انجام میدید در اروپا ها، نه در ایران، بله. در که این کاری که میگیم انجام میدین، اگر نکردین به زمینتون میزنیم و اگر با ما همکاری کردین به اوجتون میرسونیم، و همه اینا از مبارزینی هستن که براندازن. اسمشون چی هست اینا؟ من اینو اجازه بدین که خدمتتون خصوصی حتما عرض خواهم کرد، ولی در رابطه با این که میگم زنان، حتی ما در اروپا اومدیم داریم کار خودمون رو میکنیم، به کسی هم کاری نداریم، ولی دیگران با حقوق زنان خیلی کار دارن. پس میبینید که چقدر ما کار زیاد داریم و چقدر در این راه. اونا رفتارهای اسلامی، اونها با وجودی دارن با اسلام مبارزه میکنن، ولی هنوز روشهای اسلامی رو دارن ادامه میدن. در هر صورت من میخواستم که فقط این رو یه پرانتزی باز کنم، خدمت شما عرض بکنم، خیلی هم راحت نیست که در یک جنبش زنان آمدن و بخوای حقوق خودت رو طلب بکنی و سپر بلا بشی برای چیزی که بهش دست نیافتی و یا به طور نسبی بهش، که الان در ایران به هیچ عنوان وجود نداره. از شما به خاطر این برنامه سپاسگزاری میکنم، حتما باز هم شما رو دعوت خواهم کرد، خوشحال میشیم که دعوت ما رو بپذیرید. براتون روزهای بسیار خوب، موفقیت آمیز و سلامتی آرزومندی. من هم یک دنیا سپاس دارم. در خاتمه فقط بگم به شما که قبل از اینکه پایه این دینها گذاشته بشه، زنها روی قدرت بودن و این دینهایی که به این صورت میبینین یک مبارزه‌ای بوده با قدرتمندی زنها و ادامه داره تا حالا، که حالا ببینیم در آینده آیا میشه یک روزی برسه که در کنار هم هر دو زندگی کنیم. امیدواریم، برای اون روز تلاش میکنیم، نه که یک سرزمین فمینیستی داشته باشیم، ولی برای برابری، در که حق هممون به عنوان حق انسان شناخته بشه، برای اون تلاشمون رو ادامه خواهیم داد. و از شما هم برای برنامه رادیویی که در صدای ایران در آمریکا به ما دادید سپاسگزارم و دستتون رو به گرمی میفشارم. یک دنیا سپاس. وظیفه من هست، فکر می‌کنم وظیفه هر ایرانی هستش که در هر جایی که میتونه به هموطنان خودش کمک کنه و کمک بگیره. یک دنیا سپاس به شما میگم. اوقات عالی، خوش، خدا نگهدار.